بینندگان عزیز، همونطوری که پیشتر خدمتتون عرض کردم، یکی از علل دیرپایی استبداد در جوامع از جمله جامعه ما این ریشه دواندن فرهنگ استبدادی در میان ما ایرانیان در زمینه‌های مختلف، در بنیادهای مختلف جامعه از جمله در خانواده است. دوست عزیزم آقای دکتر محمود دلخواسته در این زمینه یک مقاله بسیار جالبی نوشتن که من چه عرض کردم امروز در خدمت ایشون هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتتون. با سلام به شما و هموطنان عزیزم. آقای دکتر، این مقاله بسیار جالب شما رو من نگاه میکردم، خیلی برام جالب بود که شما چگونه از نوع نگاه دو کودک 7-18 ساله به یک مسئله بسیار اساسی در فرهنگ جامعه ما به ویژه احتمالاً در خیلی از جوامع توجه کردین و در این زمینه مطلب نوشتین. تیتر مقالتون بود قانون اساسی خانواده، تمرینی برای استبداد زدایی از روابط فردی و اجتماعی. بازم خواهش کنم که در این وقتی که داریم هرچند محدود است بفرمایید که چیه منظورتون، چی داریم میگین شما؟ علت نوشتن مقاله این بود که مدت چند ماه پیش من به آمریکا رفتم و در اونجا که بودم یک روز برادرزاده همسرم از مدرسه اومدی، پسر 60 ساله اینا، گفتش که مامان بزرگ، ما این بود بعد مشق بود نوشتن قانون اساسی خانواده است. بعد دخترم که اونم حدود 8 سالش بود، اونم گفت، اونم به اون ملحق شد که با هم دیگه قانون اساسی بنویسن و نشستن و با هم دیگه صحبت و بحث و اینها. بعد هر جایی هم که کم میوارن از اون بزرگترها سوال میکردن، بعد یه قانون اساسی 6-7 ماده‌ای نوشتن اینها. من در همینجا فقط محو نوع رابطه که این دوتا بچه با هم دیگه برقرار میکردن و با بقیه شدن که دیدم با یک ذهنیت بسیار آزاد و خیلی پذیرا با هم دیگه خیلی راحت با هم دیگه صحبت میکنن، بحث میکنن، انتقاد میکنن، حرف هم دیگه رو میپذیرن و بعد اونجایی هم که مشکل دارن از بقیه سوال میکنن و بعد آخر کارم که نوشتن برای تشکر از ما، اسم ما ها در زیر اون آوردن که مثلا اینها بهتون به ما کمک کردن. و من اینو مقایسه کردم با اون نوعی که خودمون به عنوان بچه در ایران بزرگ شدیم، اون نوع روش های سنتی، چون اصلا چنین چیزی رو نمیشه در اون رابطه فرهنگ سنتی ما دید، چون رابطه که بین والدین و فرزند برقرار میشه رابطه همیشه اثر امر و نهی بیشتر. ولی اینا چون در محیط آزادی بار اومدن و از اون کودکی، چون انسان آزاد بار میاد، این محدودیت رو بر اون بچه، اون جامعه که بیشتر اول از طریق خانواده است که تحمیل میکنه بهش و اینها، برای تا حد زیاد این آزادی رو حفظ کردن، برای خیلی فکر و ذهنیت آزادی دارن اینها. بعد من فکر کردم که ما که در مورد استبداد صحبت میکنیم و درد و درد استبداد میدونیم و آرزوی آزادی رو داریم، چرا در جامعه ما با وجود 3 انقلاب و 120 سال مبارزه هنوز این مستقر نشده؟ و بعد اینو البته من قبلا در این مورد من نوشته بودم که آزادی و فرهنگ آزادی مردم سالاری چیزی نیست که در آینده اتفاق بیفته. این چیزی که از الان با تغییر فرد، با تغییر انسان میتونه اتفاق بیفته، یعنی باید شروع بشه. یعنی ما آزادی رو منتظر آینده نباید باشیم که رژیم سرنگون بشه، بعد از اون یک نظام دموکراتیک داشته باشیم و بچه زنا. ما این از الان شروع میکنیم، این الان مسئله الانه. ولی این که در ذهن این بودم، در فکر بودم که چرا این انجام نمیشه، چون یاد کن مثلا جامعه ما بسیار زیاد داریم که انسانهایی که میبینیم که اینها واقعا طرفدار آزادی هستن اینها و برای دموکراسی مبارزه میکنن، ولی وقتی به روابط خانوادگیشون نگاه میکنیم، یک روابط پدر سالارانه و برادر سالارانه و خلاصه زو سالارانه با خانواده برقرار. بله بله، دقیقا. یعنی منظور همینه که برای داشتن نظامی آزاد، ما به انسانهای آزاد احتیاج داریم، به انسانهای که مردم سالاری باور دارن احتیاج داریم.
و این رو انسان ما نمیتونیم، احتیاج نیست و نباید منتظر باشیم که رژیم بیفته تا این رو ایجاد بکنیم. این چیزی که همین الان میتونیم در خودمون ایجاد بکنیم با پذیرفتن که ارزش‌هایی که با پذیرفتن اون نرم‌ها و ارزش‌ها و فرهنگ آزادی. ولی این پذیرفتن در همجا میگفتم که این با اکثر ما یا خودمون از اونا هستیم یا بسیاری رو میشناسیم که اینها در بیرون به آزادی‌ها، به آزادی‌های سیاسی اینها باور دارن، ولی در خانواده، در رابطه با خانواده خودشون روابط پدرسالارانه و زورگویانه دارن. و علت چیه؟ برای اینکه ممکن ما زمانی که تغییر باور میکنیم به ارزش‌های و یعنی که فرهنگی که ما درش بار اومدیم، فرهنگی که از نظر تاریخی تا تاریخ برمیگرده، این فرهنگ استبدادی بوده. این فلاح در جامعه ایران همیشه حکومت های استبدادی حکومت کردن و این حکومت های استبدادی برای اینکه جامعه خودش رو با این حکومت استبدادی فیف بده، بسیاری از ارزش ها و نرم های استبدادی رو درونی خودش کرده. و اینکه ما در جامعه میبینیم که یه چون به صلاح یک حالت دو شخصیتی وجود داره، که انسانی که از اون طرف در بیرون در خانواده آزادی خواهد، در درون خانواده نیستش، این برمیگرده به اینکه باور به ارزش‌های دموکراتیک در محل اولی که تاثیر میذاره در بخش خودآگاه انسانه، در بخش ضمیر خودآگاه انسانه. این اثرش رو در اونجا میذاره و انسان رو میپذیره که مثلا آزادی خوبه، مردم سالاری خوبه، استبداد بده. ولی در بخش ناخودآگاه که بیشتر اعمال اندیشه ما در اونجا ریشه داره، به اونا هنوز هیچ دسترسی پیدا نکرده و اینها هنوز اون ارزش ها و نرم های استبداد رو در خودشون دارن. اما بدونی که فکر بکنیم روی اون عمل میکنیم، و چون در خانواده ما احساس مثلا این روابط بسیار نزدیک‌تره، اون رو راحت چیه برودش میده. راه حل چیه؟ راه حل اینکه چطور میتونه خودمون رو از فرهنگ یا بتون میگه بعد این بحثات رو میگن که ضد فرهنگ استبداد رها بکنیم. روشش اینه که مثلا اون عناصر استبدادی که در ذهن ما در طول تاریخ در ضمیر ناخودآگاه ما رسوب کرده، اینها رو دون دونه به بخش خودآگاه بیاریم و از طریق صحبت و نقد با اینها روبرو بشیم. این تمرین قانون اساسیه که من صحبت کردم، گفتم یکی از روش هاش میتونه این باشه که تمرین بکنیم که فرضاً اعضای خانواده دور هم دیگه بشینن و به عنوان تمرین که ما یک قانون اساسی برای خانواده‌مون بنویسیم. زمانی که این اول موافقت انجام بشه، برای اینکه بتونیم نقاط ضعف خودمون رو بیابیم، موقعی این موافقت انجام بشه، اینو باید دقت کنیم که پروسه این کار اهمیتش اگر بیشتر از نتیجه نباشه از اون کمتر نیست. یعنی که زمانی که دور هم میشینیم برای که بتونیم قانون اساسی بنویسیم، این باید اصولی رو رعایت بکنیم، اصولی که بدون به حق بقیه رو به رسمیت بشناسیم، بدونیم که همه نظر میتونن بدن، همه نظر دارن، و زمانی که اون نظرها رو بپذیریم، این نظرها البته این بحثا میتونه خیلی جاها به قول معروف خیلی حساب بشه و داغ بشه و بعدی افراد گیرپاشان بکنن اینا، چون به اون مثلا به اون حساسیت ها باورهایی که در اون زمین ناخودآگاه به صورت خیلی ریشه دار در اونجا ساکنه، با اونها رو مثل جرقه لمس میکنه و انسان میتونه خیلی عصبی هم بشه و اینا. ولی مثلا اینکه اتاق رو ترک نکنه، از صحبت رو ادامه بدید، و یک کمکن در این رابطه است که انسان خودش متوجه میشه که چه باورهایی داشته که حتی راجبش فکر نکرده بوده. چون خیلی از کارهایی که ما انجام میدیم راجبش فکر نمیکنیم. مثلا یکی اینکه در مورد روابط پدرسالاری یا روابط برادرسالاری در خانواده ما صحبت میکنیم، یکی از علتهایی که بتونیم اینو خودمون رها کنیم فقط مسئله این نیست که فرزند رو برایش فضا برای رشد، برای تفکر انتقادی داشتن، برای نقد کردن، برای مبتکر شدن فراهم کنیم. نه، این پدر مادر هم به اون احتیاج دارن. برای چی؟ برای اینکه زمانی که رابطه با فرزند از طریق امر و نهی برقرار میشه و فرزند خوب، خیلی در این فرهنگ زمانی که میخوام بچه خوب رو تعریف کنیم که بچه خوب چه بچه‌ای، میگیم بچه‌ای که حرف گوش کنه. یعنی بچه‌ای که بدون فکر، بدون نقد، بدون اعتراض، بدون سوال، فقط اطاعت میکنه. این چیزی که مثلا بچه فکر میکنه که برای که بچه خوبی بشه بگن باری که حالا چه بچه خوبیه، چه بچه حرف گوش کنیه. این بله، این بچه مطلوب
فرهنگ استبدادیه، فرهنگ استبداد چنین بچه هایی رو میخواد. ولی مشکلی که در اینجا ایجاد میشه زمانی که پدر مادر به این آگاه میشن که روابط رو نمیخوان از طریق امر و نهی با فرزند برقرار بکنن، چیکار میکنن؟ این رو رابطه رو عوض میکنن و فرزند رو میکنن مرکز، و این فرزند میشه که مثلا امر و نهی رو بر پدر مادر انجام میده، و نتیجه چی میشه که بهش میگن فرزند سالاره، یعنی توی یکی بچه لوس نونور که مثلا رابطه سلطه رو با پدر مادر به صورت اختیاری اون در اختیار گرفته، بچه این بچه میشه بچه بسیار خودخواه. ولی در حالی که مشکل اون نیست، مشکل اینه که رابطه قدرته. این رابطه قدرت رو باید برداشت. موقعی این رابطه رو برداری، موقعی که پدر مادر به بچه چیزی رو میگن این کار رابطه انجام بده یا این کار بکن یا نکن، بچه بتون سوال بکنه چرا این کار بکنم، چرا این کار نکنم و اینها. او اون وقتی پدر مادر اگه بخوان رابطه آزاد بکنن، باید به این جواب بدن دیگه، نه که میگن که من بهت میگم باید گوش بکنی و برو حرفم نزن و اینا. اینطور اگر این رابطه رو بخوام رابطه رو آزاد بکنیم، پدر مادر باید جواب بدن. برای اینکه جواب بدن باید فکر بکنن، و زمانی که باید فکر بکنن اون موقع مسئله رو از یک دیدگاهی میبینن، چون که قبلا راجع بهش اون گونه فکر نکرده بودن. و این چی میشه؟ این سبب رشد پدر مادر هم میشه. در یک رابطه پدر سالار این هر دو طرف هستن که از رشد میمونن، یک طرف فقط فرزند نیست، هر دو طرف هستن. رابطه که آزاد بشه، البته آزادی مسئله نسبیه، هر دو طرف در این رابطه رشد میکنن، و مخی اون ذهنیت که آزاد بشه و خودش رو کم کم از اعتیاد به قدرت، چون میدونه توی که مهمترین مشکلی که در استبداد وجود داره، در استبداد انسان برای خودش رو بف بده در اون نظام استبداد زندگی کنه، اولین کاری که میکنه به طلاق قفلت کردن از حقوقی که ذاتی هر انسانه، حقوق ذاتی انسان از اون حقوق قفلت میکنه، اون حقوق رو نمیبینه، به اون حقوق رو در نظر نمیاره. اول حقوق خودش. دقیقا. و دومی که این حقوق رو در امانی که در ذهنش میاد در تضاد به حقوق دیگران ببینه، چون هر مسئله قدرت و زور حل نشده، مسئله چیز دیگه تو میگن من حقم بیشتر حق تو کمتر، هنوز متوجه نشده که این حقوقی مجموعی به هم پیوسته هستن که یک رابطه ارگانیک با هم دیگه دارن، که نقض حقوق یک نفر دیگه حقوق من رو هم نقض میکنه، نقض یکی از حقوق من حقوق های دیگه من رو هم نقض میکنه. ولی چون ذهنیت هنوز نداره، این فکر میکنه که حتی زمانی که آگاه میشه که حقوقی داره و این حقوق رو باید به رسمیت شناخته بشه، این حقوق رو از کی میخواد؟ از دولت میخواد، از رژیم میخواد، رژیمی که اصل بودنش بر نقض این حقوق بنا شده. رژیم استبدادی نمیتونست باشه اگر این حقوق رو نقض نمیکرد، ولی این آگاهی هنوز به دست نیامده، بنابراین حقوق رو از اون دولت میخواد. نه فقط این، فکر میکنه هنوز نمیدونه که حقوق ذاتی انسانه، فکر میکنه حقوق امور قراردادیه، یک حقوقی هستن که در سازمان ملل نوشته شده و فلان اینها، و بین اینها و یک مثلا حقوقی پراکنده هستن که میشه سر اینها با قدرت چونه زد. و چون یک رابطه پراکنده حقوق به صورت مسئله پراکنده ببینه، یک حالت چند شخصیتی در این فرد در این شخص ایجاد میشه. و نه فقط این، بعد از این در همین رابطه که ادامه میده، مثلا مشکل چند شخصیتی به شیزوفرنی هم میتونه بیانجامه، که بیماری شیزوفرنی اینه که فرد بین واقعیت و خیال مرز رو قائل نمیتونه بشه. همه ما خیال میتونیم بکنیم و میدونیم واقعیت چیه و مرزش چیه. یکی از خصوصیات کسی که بیماری شیزوفرنی یا مشکل این رنجوره که این هر دو رو داره، ولی مرز رو نمیبینه، یعنی خیلی راحت از یک طرف به اون طرف میره. شیزوفرنی برای در این کانتکست اینه که اون انسان متوجه نمیشه که آرزو رو جانشین واقعیت میکنه. آرزو اینه که این رژیمی که بر نقض حقوق انسان بنا شده، آرزو بشه مدافع حقوق انسان. اصلاح طلبی در درون رژیم اینه دیگه، که این رژیم رو کم کم استحالش بکنیم و بشه مدافع حقوق انسان. اینا یعنی یک حالت شیزوفرنیه، یعنی
با واقعیت نمیخواد رو بشه، خیال رو جانشین واقعیت میکنه، امید رو جانشین واقعیت میکنه. و برای همین چنین انسانی از دیدن واقعیت، از شنیدن حقیقت بیزاره. ولی زمانی که با واقعیت خودت بخوای روبرو بشی و بخوای اینو تغییر بدی، این تغییر کار میبره، کار میبره، اسباب میخواد، این علم میخواد، این به اصطلاح کوشش میخواد، مداومت میخواد، تمرین میخواد. بله بله. و آیا تو ببخشید متاسفانه چون وقت ما تموم میشه، تموم شده، من میخواستم از شما اجازه بگیرم که چون این مطلب خیلی مطلب مهمی است و ما هنوز به خیلی از نکاتی که شما در این زمینه توی همین مقاله کوتاهتون آوردین نرسیدیم، از جمله مثلا این فرض بفرمایید که اصلا به این مسئله که شما هی به مرد اشاره میکردین، به این واقعیت که زن در خانواده ما این نوع روابط استبدادی رو میپذیره به همون اندازه بعد از که اون مردی که این رابطه رو برقرار میکنه و زور میگه، یا مثلا در مورد کودکان که فرمودین، خواستم خواهش کنم که توضیح بدین آیا منظورتون این نیست که نباید دیسیپلین برقرار بشه، تربیت بشه. اما یه نکته بسیار اساسی رو میخواستم در یکی دو دقیقه بهش اشاره کنین تا در گفتگوی بعدی بپردازین. یه باور عمومی وجود داره که و بخشنم به نظر من درسته که استبداد سیاسی در جامعه یه دور باطلی با فرهنگ استبدادی افراد جامعه به صلاح ایجاد میکنه، یه ویشوس سرکلی هست که استبداد نیازمنده و که در جامعه فرهنگ استبدادی برقرار بشه، فرهنگ استبدادی جامعه دوباره استبداد رو باز تولید میکنه و این دور همینجوری ادامه داره. یه نکته خیلی مهمی که شما در این مقاله بهش اشاره کردین این مسئله امید به آینده است، نگاه به آینده است. یه اصطلاح خیلی جالبی تو این بوده، نظریه هنوز خود آگاهی نیافته. من بخواستم خواهش کنم اگر میشه در یکی دو دقیقه اینو خلاصه توضیح بفرمایید که منظورتون چیه، چون نمیخوام اینو ناگفته بذاریم تا در گفتگوی آینده بیشتر بهش بپردازیم. بله، این نظریه ارنست بلاخ فیلسوف آلمانیه که میگه اون بر خلاف نظر فروید، البته خلاف نیست، نظر تکمیلیه، میگه فروید نظری به گذشته داره در مورد ضمیر ناخودآگاه، به در نگاه میکنه که محتوای ضمیر ناخودآگاه انباشته شدن تجربه های گذشته است. ارنست بلاخ میگه نه، فقط اون نیست، یک چیز دیگه هست. فروید نظرش اینه که این رو ما مثلا به ضمیر ناخودآگاه بیشتر از طریق خواب هامونه که دست پیدا میکنیم و به خواب میگه شاهراه به ضمیر ناخودآگاه. ارنست بلاخ میگه بله این درسته، ولی یک چیز دیگه در ضمیر ناخودآگاه هست و اون توانایی های انسانه که بهش میگه آن ریلات پاتن شد، یعنی توانایی های بالقوه که هنوز به عمل نشده، ولی اینها رو ما در رویاهای روزمون میبینیم، زمانی که خیال میکنیم، زمانی که فکر میکنیم، و این توانایی هایی که در ما هست ولی این رو هنوز بهش باور نداریم و یا ازش میترسیم و هرچیز اونا. مثلا این توانایی هست که مثلا شعر معروف حافظ، فلک را سقف بشکافی، جهان دیگری سازی و تحریم را در اندازی. بله، این صحبت در این رابطه است که رویاهای روزانه برای این که این برمیگرده به اون توانایی هایی که در انسان در ضمیر ناخودآگاه وجود داره و اون توانایی هایی که هنوز فعلیت پیدا نکرده. این از راه امید و از راه و این که چطور میشه اینها فعلیت پیدا کنن. حالا صحبت خیلی 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 جالب میکنه در مورد جوان، برای اینکه مثلا این حالت ها در جوان بیشتره و اگه این حالت در جوانی بوده باشه که این حال که این در سن جوانی حاصل و شرکت کننده در جنبش های گسترده اجتماعی سیاسی بوده باشه، این اعتماد به نفس در این رشد میکنه و این توانایی درش ایجاد میشه و ریسک به اصطلاح گشودن به طرف آینده رو در خودش ایجاد میکنه و اون شجاعت رو به خودش میده، چون موقعی که انسان میخواد به طرف جلو بره و
جلوی که هنوز ناشناخته است یه ریسک دیگه، ممکنه این و بشه ممکنه اون طرف بشه، ولی این توانایی رو پیدا میکنه که یه چنین ریسکی رو چیه انجام بده. به صورت خیلی خلاصه که در این مورد صحبت میکنه مسئله امید و این و اینکه و این امید، ولی اینکه در مورد مسئله زن و در مورد بچه و اینا صحبت کرد، این صحبت ها بسیار گسترده است. و اینکه مثلا فرهنگ مرد سالار فقط از طریق مرد نیست که در جامعه تولید و باز تولید میشه، نه، این از طریق زنها هم میباشد. اگر زنها اون ارزش ها رو در خودشون باز تولید نکرده باشن و اونها رو به فرزند اونها انتقال ندن، مثلا این فرهنگ نمیتونه خودشو باز تولید بکنه. اگر درونی نکنن نمیپذیرن و باز تولید نمیشه. دقیقا این در قلب هم میتونه. هنوز که اندازه بسیاری زنها جذب مردهایی میشن که حالت مردونه و حالت جذبه و حالت خیلی چیزی داشت که جذب اون میشن، برای که این در زمین ناخودآگاه در طول قرنها چنین آدمی بوده، چنین مردی بوده که میتونه سر زن حفاظت بکنه و به طور مزد حفاظت اینه که برده بود و مطیع مطلق مرد بوده باشه، چون زنی که باید فقط گوش به فرمان باشه، مثل همون کودکی بچه خوب که بچه حرف گوش کنین. حالا چطور این فضا رو اینو بازش بکنین؟ البته بحث خیلی جالبیه که زبان‌های فریبی که اصلاح طلب در ایران به کار می‌برن که بعد در مورد مفصل صحبت کنیم، که میگن تا این فرهنگ تغییر نکنه نظام سیاسی تغییر نمی‌کنه. خب این دروغه بین علت که فرضاً چون واقعیت تاریخی میگه یه چنین چیزی نیست. مثلا هندوستان نگاه کنیم، بله، دموکراسی دنیاست، ولی هنوز روابط مرد سالاری درش به شدت وجود داره، ولی البته این مشکلات رو ایجاد میکنه اینا. ولی اگر ما جوانهای ما مردم رو مهمت کنن و تغییر خود رو از الان ایجاد بکنن، روابط خانوادگی رو، روابط فرد با خودش رو، با خانوادش رو، با پدر و مادر فرزند عوض بکنه و اینا رو به صورت کم کم به صورت یک روابط آزاد در بیاره، این نتیجهش میشه که انسان‌هایی که مستبد و تابع استبداد باشن ایجاد نمیشن، و اگر انسان‌ها نباشن دیگه استبداد توانایی این سیستم استبداد سیاسی توانایی باز تولید خودش رو نخواهد داشت. ولی تنها یک راه نیست، البته صحبت خیلی زیاده که اینو حتما خیلی زیاده. آقای دکتر اجازه میخوام که بازم انشاءالله در یک گفتگوی دیگه هرچه زودتر به این دنباله این بحث بپردازیم. خیلی ممنونم از وقتی که به ما دادید. خیلی متشکرم. خب بینندگان عزیز، برنامه امروز هم به پایان رسید. امیدوارم که برنامه امروز هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. در صورتی که این برنامه ها رو مفید می‌دونید، خواهش میکنم که با توجه به همه ملاحظات به دیگران هم اطلاع رسانی کنید. من بیش از این مزاحم اوقات عزیز شما نمیشم و همچنان همیشه با آرزوی استقرار و استمرار مردم سالاری در ایران تا هفته آینده شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. لبهاتون همیشه پرخنده و دلهاتون همیشه شاد باشه.